افزایش مصرف برق ناشی از گرمای زودرس و کم آبی دولت و کم آبی دولت برای مدیریت مصرف برق تصویب کرد دستگاه‌های اجرایی و ادارات و بانک‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی میزان 50% سال گذشته امسال باید صرفه‌جویی کنند. همچنین وزارتخانه‌های نیرو، اطلاعات، ارتباطات، کشور و نیروی انتظامی موظف شدند نسبت به شناسایی جمع‌آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارزها اقدام کنند. همچنین صنایع بزرگ موظف شدند از 15 خرداد تا 15 مرداد با تدابیری مثل تغییر ساعت کار و یا طرح تعطیلات سالانه در مجموع 3000 مگاوات کاهش مصرف از 12 تا 21 رو داشته باشند تا ساعت 21 رو داشته باشند. این تصمیم میتونه کمک بکنه به کاهش مصرف برق و کمک به تداوم برق خانوارها. در مسببه دیگری هم در دولت ما پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی 200,000 واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25,000 نفر جمعیت و حاشیه شهرها رو با ضمانت سفته زنجیره‌ای در سال 1400 توسط بانک‌های عامل تعیین کرد. در دولت سقف فردی تسهیلات هم مبلغ 100 میلیون تومان و سود سهم متقاضی برای تسهیلات هم 5% هست. این هم تصمیم بود که برای مسکن روستایی و حاشیه‌های شهرها و شهرهای کوچک بتونه کمک بکنه که در تداوم طرح مسکن ملی اقدامات صورت بگیره. خوشبختانه دولت به رغم برخی انتقادهای نادرست کار عظیمی صورت داد در زمینه مسکن و تکمیل کردن مسکن ملی، شاید بیش از آغاز به کار و کلنگزنی ها و تبلیغات صورت گرفته، تکمیل اینها، آماده کردن زیرساخت های اینها بنیه و توان دولت رو در چند سال گرفت و با حمایت هایی که در تسهیلات بانکی صورت گرفت، وزارت نیرو برای آبرسانی و برقرسانی و فاضلاب، وزارت راه و شهرسازی برای جاده ها، وزارت آموزش پرورش برای مدرسه سازی، وزارت کشور برای امنیت این مناطق، هزینه های زیادی شد و خوشبختانه یکی از دستاوردهای مسکن دولت تکمیل مسکن مهری بود که اقشار پایین اجتماعی به اون دل بسته بودن و در تداوم اون هم بحث مسکن ملی به جلو رفته. خوشبختانه یکی از اقدامات مؤثر در بحث مسکن ملی همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و درگیر کردن خود جامعه هدف با مسکن بوده که با تفاهم‌نامه‌ها داره جلو میره. آثارش چند سال آینده مشخص خواهد شد و اتفاقا مسکن اجتماعی هم یکی از مباحثی بوده در دولت دنبال شده که با تمرکز بر گروه‌های هدف مثل معلولان عزیز ما یا برخی گروه‌های هدف دیگه، اینها هم در بحث مسکن اجتماعی خوشبختانه با برنامه‌ریزی که شده بود صاحب مسکن شده.